هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، به طور خاص هموطنان عزیز ما که در ایران شاهد برنامه‌های امید جاودان هستید، عزیزان همون گونه که می‌دید هم روی اپ استور میتونید برید امید جاودان روی موبایلتون داشته باشید و همچنین میتونید شما لینک ما رو داشته باشید و اون لینک رو در طول برنامه البته از زایی یاسر عزیزم خواهش می‌کنم داشته باشیم که بتونید برای دوستانتون بفرستید. همچنین میتونید ما رو همین الان برنامه زنده رو روی فیسبوک داشته باشید. تشویقتون میکنم با دوستانتون شیر کنید. امروز برنامه رو به طور خاص مهمان عزیزی خواهیم داشت که در رابطه با مطالب که در رابطه با ایران هست از ایشون خواهیم شنید و میدونم که باعث این خواهد شد که ما نسبت به اندیشه که آزاد داریم برای ایران برای ما برکت باشه و مفید باشه برای تصمیمات حتی زندگی خودمون. از همین ابتدا از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضت این برنامه رو برکت بده. عزیزانی که بیننده این برنامه هستن نسبت به هر نیاز و هر حاجتی خداوند تو مبارکشون بخوان و مصلحت‌های دلشون رو تو اجابت کن و همچنین کشور عزیز ما رو خداوند از ظلم و ستم و همچنین از دست نظام اسلامی تو رهایی بده و آرامش و امنیت و حقیقت و نجات و رستگاری بر ایران و ایرانیان باشد تا ابد و لاباد، در نام مسیح آمین. آمین که با ایمان هموطن عزیزم بپذیرید. ایمان دارم که آنچه را که خداوند مهیا میکنه در مسیر آنانی که خدا رو دوست دارن و آنانی که مردم رو دوست دارن خداوند کنار اونها خواهد ایستاد تا بتونن به اون هدف اصلی نیز نزدیک بشن و در مسیر هدفی که دارن پیروزی ها رو ببینن، اون آرزوهای دل همگانیشون رو نه تنها برای خودشون بلکه برای دیگرانی که در نظر دارن، مانند ما که فکرمون این هست که بتوانیم در کنار یک زندگی سالم و خوبی که خداوند به ما داده، در کنار همسر، فرزندانمون، در کنار دوستان، خانواده، همکار، تمام همشهریامون، هموطنانمون، بتونیم اون هدفی که باعث خواهد شد که کشور ما در شرایط بسیار بهتر از امروز قرار بگیره رو شاهد باشیم. شرایط طوری هستش که این روزها میبینیم که هر چقدر ایام داره جلوتر میره شرایط برای ایران، در منظورم نظام اسلامی هست، بسیار بد میشه. مسلما برای مردم ما سخت‌تر خواهد شد، اما این موقتی خواهد بود. مانند کسی هستش که سرطان داره و لازم هست عمل کنه، مسلما یک مدتی در این درمان خواهد بود، بیمارستان خواهد رفت، دارو باید استفاده بکنه، ولی بعد از اون بهبودی و سلامتی هستش. اما چگونه ما میتونیم آزادی کشور عزیزمون ایران رو داشته باشیم با این همه سلیقه، با این همه به نوعی اختلافات، با این همه گروه ها و سازمان هایی که به عنوان اپوزیسیون چه در داخل کشور هستن و چه خارج از کشور هستن؟ همان گونه که یک دختر و پسر با توجه به اینکه از نظر فیزیکی با هم متفاوت هستن،
از نظر هورمونی با هم متفاوت هستن، از نظر روحی و خوی و مرام و حتی نوع تعلیمات توی خانواده هایی بودن که کاملا متفاوت بوده و روش کردن، ولی وقتی که به هم علاقه مند میشن، یعنی عاشق هم میشن، این جرقه زده میشه که این دختر و پسر با این همه اختلافات، به قول اون نویسنده ای که دختران رو ونوسی و پسران رو مریخی مینامه، با این همه اختلافات، با این همه تفاوت، اینها بتونن کنار هم قرار بگیرن، از تفاهم به تفاهم برسن، به یکدلی برسن و زندگی خوبی رو داشته باشن، ثمره زندگیشون فرزندان بشه. امروز هم تصور من بر این هستش، اگر آزادی ایران رو میخواییم، آزادی کشور عزیزمون ایران رو میخواییم و هر کدوم در این آزادی نیز برنامه داریم، از جمله خود من برای آزادی ایران، گذشته از اینکه میخوام ایران آزاد بشه، این هست که من به عنوان یک شخص مسیحی بتونم راحت در کشورم زندگی کنم، دیگه کسی من نگه دینت چیه، باورت چیه، بتونم خدمتم را داشته باشم، اون هدفی که برای کشور عزیزم دارم، برای آبادانی کشور عزیزم، برای اینکه مردممون توی آرامش باشن، مردممون توی صلح باشن، مردممون توی شادی و خوشی و امنیت باشن، آنچه را که میتونه واقعا مفید باشه. پس زندگی ما در مسیر هدفمندی زندگی خوبی خواهد بود، مشروط بر این که بتوانیم با هم یک دل بشیم. امروز میخوام قبل از این که مهمان عزیزی رو داشته باشیم، در رابطه با هدفمند بودن در مسیر اتحاد صحبت کنم. همون گونه که خدمتتون عرض کردم، اولین قلم رو برای اتحاد، امروز صحبت من با اپوزیسیونم هست عزیزان، فکر نکنید من دارم درس میدم، درس ریلیشنشیپ و رابطه بین زن و شوهر و یا خانواده و همکار رو میگم، خیر، این درس میتونه از کلام خداست، برای همه ما باشه، به طور خاص برای اپوزیسیونی که در این روزهای حساس میباید طوری عمل کنیم که مبادا مثل گذشته نظام اسلامی به ما آسیب بزنه و باز حکومت کنه بر مردمی که اینقدر در ظلم و ستم هستن و ماها نیز که از کشور ایران اومدیم بیرون با اندیشه اینکه بتونیم ایران رو آزاد کنیم، بعد ما هم یه گوشه‌ای باشیم دوباره نگران و افسرده و غمگین و ناامید باشیم. پس اگر می‌خوایم ایران آزاد بشه، خواهش می‌کنم به این چند نکته از عرایض من توجه کنید. هرچند شاید مخالف هستید، هرچند شاید شما ایماندار مسیح نیستید، مهم نیست عزیز من، خوبه که ما یه پندی، این پند من پند کلام خداوند هستش، پندی رو بگیریم، شاید شما بتونید اون رو بهتر از من توضیح بدید برای اونهایی که کنار شما هستن، تا در این اتحاد بتونیم پیروزی آزادی ایران رو هر چی زودتر شاهد باشیم. پس اولین قلمرو ما عشق هستش، عشقی که اعلام محبت هستش، عشقی که درک داره درش، عشقی که درش تحمل هست، عشقی که درش صبر هستش عزیزان، عشقی که درش هوشیاری هستش و درش خودرأیی نیستش. در نامه اول قرنتیان باب 13 رو براتون میخونم، از 4 تا 8، لطفا توجه کن، این همون آیاتی است که کشیش ها برای برکت زوجها نیز زمان عقد براشون میخونن. اعلام میکنه محبت حلیم و مهربان است، محبت حسد نمیبرد. اگر من حقیقتا اون عشقی رو که تصور میکنم میخواد ایران رو آزاد کنه، باید خودم رو فارغ کنم. اگه محبت دارم باید فروتن باشم، باید مهربان باشم، نسبت به همه مهربان باشم. محبت حسد نمیبره. پس مواظب باشیم عزیزان، اگر سوء تفاهم نشه از صحبتهای من، اگر احیانا یک گروه جدیدی وارد میشن، یک دفعه این گونه نباشه، اینا کی هستن تازه اومدن، این تازه ها اومدن به ما قدیمی ها بگن برید، نه. حتی اگر چنینم هست، شاید همینه که شما میگی درسته، داره درست میگی، اما اگرم این هست فراموش نکن تو هم وطن عزیزم، به عنوان رهبر یک اپوزیسیون، به عنوان پیرو یک اپوزیسیون، به عنوان یک مجری، شما محبتی که در دلت هست دلیل بر این شده که به ایران اندیشه کنی
وجود تو محبت. کلام خدا میگه هیچ کس محبت ندارد مگر روح خدا در او عمل کنه. حتی تو میگی من خدا رو قبول ندارم، ولی روح خدا داره قلب تو رو لمس میکنه، میکوبه، میگه من میخوام ساکن بشم. همین محبته که شما اندیشه آزادی ایران و یا اندیشه این هستی که مردمی در امنیت و آرامش باشن. هموطنم، چرا که همه ما انسان آفریده شدیم، به شباهت خدا آفریده شدیم. پس میگه محبت حلیم و مهربان است، محبت حسد نمیبرد، محبت کبر و غرور ندارد، اطوار ناپسند نداره، رفتار ناشایسته یعنی نداره، نفع خود را طالب نمی باشد. مواظب باشیم، حتما اپوزیسیون بودن تو این کشور و یا اروپا 40 سال زحمت کشیدن، خون دل خوردن، تلویزیون هایی رو تأسیس کردن. من بخوام اسم ببرم سم سوء تفاهم بشه، تمام تلویزیون ها حتی به نظر من گذشته از شبکه های سیاسی که باعث آگاهی شدن، حتی اون شبکه هایی که ما فکر میکنیم بیزینس بودن، فقط توشون فیلم و رقص و آواز بود، اینها هم در برابر نظام اسلامی ایستادن. نظام اسلامی همون آخوندهایی هستن که رقص درش حرام بود، خواننده درش حرام بود، گناه بود، ولی شبکه های تأسیس شد تو همین لس آنجلس که خواننده ها رو ساپورت کردن، نذاشتن صدای خیلی از خواننده هایی که در زمان شاه بودن و تحصیل کرده بودن و محبوب مردم بودن، عوض میخوام دور از جونش اونجا خفه بشه، بلکه صدای خواننده ها شدن توی ایران. اپوزیسیون همچنین آگاهی رو داد به اینا، حق داری اگر امروز یه گروه جدید میاد میگه اینا میخوام ما رو کنار بزنن. اما امروز کجا ایستادیم؟ نفع خودمون رو میخوایم یا نفع ایران رو؟ اگر نفع کشور عزیزمون ایران رو میخوایم، اتحاد اتحاد اتحاد. باور کنید آنانی که با ریا و ریاکاری در آینده ایران میخوان عمل کنن رسوا خواهند شد، رسوا میشن. نگران این نباشید، رسوا میشن عزیزان، نگران این نباشید. در این اتحاد با هوشیاری البته بیستیم. حالا به نکات نیز اشاره میکنم در این اتحاد که میگه محبت حلیم و مهربان هست، محبت حسد نمیبرد، محبت کبر و غرور ندارد، اطوار ناپسند ندارد، نفع خود را طالب نمیشود، خشم نمیگیرد. اپوزیسیون محترم، عزیزان، هوشیار باشید، خشمگین نشید عزیزان. خشم و غیرتتون رو بذارید برای نظام اسلامی، اما برای هم نذارید. حتی اگر یک نفر تا دیروز به عنوان یک آخوند بوده که خب من که میدونم مثلا اسلام رو قبول ندارم، اسلام اصلا به نظر من دین خدا نیست، ولی اگر خود من یک شخصی به نام یک آخون با جمهوری اسلامی بوده، امروز توبه کرده و برمیگرده، بذارین در مسیر عدالت، حتی اگر لازم هست محاکمه بشه، در مسیر عدالت محاکمه بشه. اگه توبه میکنه، بخشش میخواد، تو هم وطن عزیزم که تو اپوزیسیون هستی میگی اعدام نباید باشه، دلت رو از کینه پاک کن، آماده باش. ما برای آزادی ایران باید آماده باشیم عزیزان، همدیگر رو ببخشیم، به هم محبت کنیم، دست همدیگر رو بگیریم، ایران قرار آزاد بشه. اینا قربانی هست، اینا همون قربانی هست که ما باید بدیم. اعلام میکنه نفع خود را طالب نمی شود، خشم نمی گیرد، سوء ظن ندارد، از ناراستی خوشبخت نمی گردد، ولی با راستی شادی می کند، در همه چیز صبر می کند، آرامش بعد و همه را باور می کند. محبت اینه، همه را باور می کند و در همه حال امیدوار می باشد و هر چیزی را متحمل می باشد. پس عزیزان صبوری کنیم. من در رابطه با سازمان ها و گروه هایی که تأسیس میشن بلافاصله نمیام تو شبکه ازشون صحبت کنم و مطالبی رو میشنوم، ولی خب نه اعلام میکنم که با اینها هستم، نه اعلام میکنم حتی مخالف شاید باشم، اما اعلام مخالفت نمیکنم، ثبت میکنم، تحقیق میکنم، جایی که لازم هست برای اتحاد دوست دارم عمل کنم. به عنوان یک کشیش دوست دارم در مسیر اتحاد نیز قدم بردارم. پس اولین قدم عزیزان عشق و محبت هست برای پیروزی به کشور عزیزمون ایران، اتحاد داشتن. دوم شفافیت هست، رک بودن هستش، یعنی در از
منبع هر پنهانگری رو کنار بذاریم، صادقانه عمل کنیم، صادقانه صحبت کنیم، در راستی بمونیم بدون رنگ و ریا تا برای ما شفاف باشه. حالا شما میگید گروه های اومدن که شفاف نیستن، راحت صحبت، خوب اشکال نداره، ازشون بخوایم، از اونها بخوایم که در شفافیت صحبت کنن. هموطنان هوشیار باشیم، اپوزیسیون خارج از کشور، حتی داخل کشور، وقتی که با هم می جنگن، این خواسته خامنه ای هست و خامنه ای ها هست، خواسته نظام اسلامی هست، از نظر من خواسته شیطان هست، چون نظام اسلامی اراده شیطان بوده، خواسته شیطان بوده عزیزان. پس این هوشیاری رو نیز باید داشته باشیم که چگونه عمل میکنیم. در انجیل متی باب 5 از 33 براتون میخونم که عیسی مسیح ما رو اینگونه پند خواهد داد که چگونه بتونیم در شفافیت زندگی کنیم، چگونه بتونیم یک رابطه خوب. عرض کردم این صحبت از اتحاد میکنه، میتونی اتحاد خودت و همسرت، اتحاد خودت با بچهات، اتحاد خودت با همکارانت، ولی امروز میخوام تمرکزمون رو بذاریم اتحاد ما همه اپوزیسیون در کنار هم بیستیم برای سرنگونی نظام اسلامی. هوشیار باشید عزیزان، هوشیار باشید، هرچند شاید شما داری درست میگی اون اپوزیسیون از طرف خود جمهوری اسلامیه، اما مواظب باشید عزیزان، یه موقع هست شما وقتی اونو دارید ترک میکنید یه قربانی بزرگ میدید، اونایی که نمیدونن اونا رو هم دارید ترک میکنید. پس لطفاً با آگاهی عمل کنیم، خواهش میکنم. من میخوام یه فکر دوباره، یه تمرکز دوباره داشته باشیم روی موضوع اپوزیسیون برای اتحاد. انجیل متی 5:33 اعلام میکنه: باز شنیدید که به اولین گفته شده است که قسم دروغ مخور. عذر میخوام، ببخشید، از نظر من اونهایی که قسم میخورن انگار دروغ میگن. برای همین بود وقتی من در کنگره رفتم در رابطه با قانون اساسی پیشنهادی که آقای فخرآور اعلام کردن، من هیچ اعتراضی نداشتم. خب اونجا هم رفتم به عنوان یک ایرانی، وقتی دارن قانون اساسی رو دارن پیشنهاد میکنن، منم دوست داشتم بشنوم و دوست داشتم که بی تفاوت نباشم و هیچ اعتراضی رو هیچ موضوعی نداشتم. حتی آقای فخرآور هم خودشون اعلام کردن یه دفعه. تنها اعتراض من اینجا بود: چرا باید توی مجلس آینده دوباره قسم بخوریم؟ مگه قرار نیست سکولاریسم باشه؟ نظام سکولاریسم که نباید که دوباره توش مذهب یاد، قسم مذهبه. حتی انجیل مسیح ما رو منع میکنه قسم نه. اگر حقیقت میگیم حقیقت گفته بشه، لزومی نداره که ما قسم بخوریم. اعلام میکنه: باز شنیدید که به اولین گفته شده است که قسم دروغ مخور، بلکه قسمهای خود را به خداوند وفا کن، پس وفادار باشیم. لیکن من به شما میگویم هرگز قسم مخورید، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، و نه به زمین زیرا که پای انداز او هست، و نه به اورشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم است، و نه به سر خود قسم یاد کن زیرا که موی را سفید یا سیاه نمیتوانی کرد، بلکه سخن شما بلی بلی باشد و نه شما نباشه، زیرا که زیاده از این شریر است. حاشیه نریم، رک صحبت کنیم، رک بگیم. اگر احیانا من اسم میخوام ببرم، حتما صحبت خواهد شد در طول برنامه با مهمانمون، اما اگر احیانا یک گروهی، سازمانی، شبکه‌ای میاد، ازش بخواید شفاف باشن، شما هم در برابرشون شفاف باشید، این بسیار نیکوست و اونها هم باید شفاف باشن تا مبادا این اتحاد از بین بره، مبادا نظام اسلامی دوباره اپوزیسیون رو تو یک دام دیگه‌ای گرفتار کرده باشه. همه اینها رو میگم برای اتحاد، اینها رو نمیگم که عزیزان از هم جدا بشیم، اینها رو نمیگم سازمان و شبکه جدیدی که اومده اعلام کرده میخواد در برابر نظام اسلامی بیسته و در کنار اپوزیسیون بیسته، اون رو ما پس بزنیم. اینها رو دارم میگم فقط برای یکدلی و اتحاد. پس اول عشق محبت هستش، دوم شفافیت، و سوم خردمندانه عمل کردن، حکیمانه، با آگاهی، با جستجو، با تحقیق، با متخصصش، با کسی که دانشش رو داره در این مسیر. بازم میگم بدون کینه،
نمیتونیم بگیم حکیمانه و خردمانه هستیم اما ما یه عملی رو انجام بدیم که بعد بگیم درش پشیمانی بوده. نمیتونیم بگیم ما یه عمل حکیمانه انجام دادیم اما وجود من پر از کینه است نسبت به اون شخص. نمیتونی ایران رو آزاد کنی با کینه. خواهش میکنم عزیزان، با عشق ایران رو آزاد کن. دانه عشق رو در سرزمین ایران بکار، خواهش میکنم. و اونجا هستش که موفق خواهیم شد. در کتاب، در نامه یعقوب باب 3 رو براتون میخونم. یعقوب که برادر خداوند عیسی مسیح هست این گونه داره اعلام میکنه. لطفا تمرکز کنید روی این کلام. نامه یعقوب 3:13-18 اعلام میکنه: کیست در میان شما حکیم؟ اپوزیسیون عزیز، ایران دوستان، تمام شبکه‌ها و سازمانی که میخواید ایران را آزاد کنید، کیست در میان شما حکیم و عالم باشد؟ پس اعمال خود را از سیرت نیکو به تواضع حکمت ظاهر بسازید. حکیمانه عمل کنید، خردمندانه عمل کنید، به دام دوباره نیفتیم، دوباره 40 سال دیگه عقب نیفته سرنگونی این نظام. لیکن اگر در دل خود حسد تلخ و تعصب دارید، فخر مکنید. اگر نسبت به همدیگه حسادت میکنیم، اینا نیامده میخوان همه چیزا تو دستشون بگیرن، هوشیار باشیم عزیزان، هوشیار باشیم. کی میتونه بگه این گونه هستش؟ اجازه به زمان بدیم که بریم جلو. همه چیز هم نمیتونیم با تاریخ گذشتمون تجربه کنیم. خیلی اتفاقات در گذشته پیش اومده اما الان چنین چیزی نیستش. پدری پند گرفته بود که از پدر خودش که در زمان مردنش بچه هاشو صدا کنه و تک چوبهایی رو گرفت داد به دست برادر، به پسراش، گفت اینا رو بشکنید. اونا شکستن، بعد به هر کدوم دوتا دونه چوب داد، گفت حالا اینا رو بشکنید. اونا اومدن بشکنن، دیدن سخت تر شد، به هر کدوم سه تا تیکه داد. دوباره اومدن بشکنن، دوباره شکستن، دوباره داد 4 تا. بعد گفت شما هرچی چوب بهتون میدم دارید میشکنید. تو اون داستانه قرار بر این نبود که دیگه بیشتر از 3 تا 4 تا چوب شما دارید یه میشکنید. گفتم بابا چی داری میگی؟ این قدیمی شده، ما هم که داریم میریم جیم، میریم ورزش، انقدر قوی هستیم، 20 تا از این چوب کوچکان بدیم میشکنیم. عزیزان همش به تجربه خوبه، ولی گاهی این تجربه مثل آلوی میمونه که روی درخت خراب شده، آماده لواشکه، به درد باغبان نمیخوره، ولی باغبان شاید مفت بده به یه نفر لواشکش کنه. به درد اون میخوره، به درد این. پس خواهش میکنم، به تجربه هم نمیتونیم نگاه کنیم که این تجربه ای بوده که در گذشته شده. اتحاد رو در مسیر عشق و خرد و شفافیت لطفا پیش ببریم. اعلام میکنه: کیست در میان شما حکیم و عالم باشد؟ پس اعمال خود را از سیرت نیکو به تواضع حکمت ظاهر بسازید. لیکن اگر در دل خود حسد تلخ و تعصب دارید، فخر مکنید. حتی روی سازمان هاتون، حتی روی اون اساسنامه سازمانیتون، حتی روی اون بُعد فکریتون برای اینکه ایران در آینده چی میشه. و به ضد حق دروغ مگویید. این حکمت از بالا نازل نمی شود. یعنی این حکمت، ما میدیم حکمت از طرف خدا میاد، پس اون حکمت ما نیست، اونجایی که حسد هست، اونجایی که دروغ هست، اونجایی که کینه هستش، بلکه دنیوی و نفسانی و شیطانیه. همون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد که اتحاد از بین ببره و ایران آزاد نشه. پس هوشیار باید باشیم، زیرا هر جایی که حسد و تعصب است در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود میباشد. پس مواظب باشیم چگونه داریم برخورد میکنیم با سازمان هایی که اونها مخالف اعلام کردن. حالا شما میگید نیستن اما اعلام کردن. لیکن آن حکمت که از بالاست اول طاهر است و بعد صلح آمیز و ملایم و نصیحت پذیر. تأثیر میذاره، باعث سردی نمیشه، باعث کینه نمیشه عزیزان، باعث جدایی نمیشه و پر از رحمت و میوه های نیکو و بیتردد و بیریا داره. پر از رحمت، هوشیاره، محکوم نمیکنه عزیزان، فرصت میده به اونهایی هم که شما با دلایل درست داری میگی. درسته، من قبول دارم دلایل شما ها که اون شبکه‌های جدیدی که زده میشه میگید اینا قبلا این بودن، این بودن، فیلماشون هم دیدم، درست میگید. به هم فرصت بدیم، همدیگر تحمل کنیم، خواهش میکنم همدیگر تحمل کنیم، اجازه ندیم این اتحاد از بین بره. عزیزان بهترین فرصت الان هست، بهترین فرصت الان برای سرنگونی نظام هست. این فرصت رو خواهش میکنم،
خواهش میکنم به خاطر یه شبکه‌ای که تازه وارد شده، به خاطر 4-5 نفری که شما درست دارید میگید فکرشون متفاوت هست، خراب نکنید. دلیل دارم، بازم اینو میگم. و میوه عدالت، اون چیزی که من و شما میخوایم در ایران باشه، در سلامتی کاشته میشود. ما ایمان داریم، ما ایمان داریم، پس چیکار باید بکنیم؟ ما که ایمان داریم به این که باید عدالت بیاد برای آنانی که سلامتی رو به عمل میآورند، برای آنانی که در مسیر عدالت عمل میکنن، برای اتحاد با عشق عمل میکنن، برای اتحاد، برای سرنگونی این نظام شفافیت رو آوردن جلو، رک، راستی، صداقت رو آوردن، برای اتحاد از خرد و حکمت استفاده میکنن. عزیزان، خواهش میکنم، خواهش میکنم. گاهی تصور بر این میشه که با پوزش از شاهزاده رضا پهلوی، مجبور هستم این رو بگم، میگن خب شاهزاده رضا پهلوی میاد، چرا میاد شبکه فلان رو تایید میکنه و مردم حمایت میکنن، لذا تو اون شبکه افرادی میتونن باشن که این افراد به هیچ وجه شایستگی رو ندارن، این کارو کردن، این کارو کردن درست. اولا اگر ما شخصی رو به عنوان رهبر انتخاب میکنیم و فکر میکنیم و مطمئن هستیم تنها آلترناتیو ما هست برای پیروزی ایران و این شایستگی رو در دانش او موقعیت میبینیم، خب رهبر هست، ایشون باید جوابگو باشه. یک، چرا اتحاد رو به هم میزنیم؟ چرا ایجاد اختلاف میکنیم هموطنان عزیز؟ این مسئله اول هستش. دوما تصور بر این بره، حالا من شاهزاده رو نمیخوام بگم، میخوام یه مثالی به خودم بزنم. من تصور میکنم پدر من، که پدر منه، بابای منه، شخصی رو وارد خونه میکنه، خونه ما، که اون شخص متوجه میشم که دشمن من و دشمن پدرم و دشمن ماست، درسته؟ حالا به پدرم من تنها کاری که میتونم بکنم آگاهیه. من به پدرم میگم بابا این شخص با این تجربه، با این دانش من، با این آگاهی، ایشون دوست ما نیست، پدرم نمیپذیره. آیا من به خاطر اینکه پدرم نمیپذیره اون خونه رو باید ترک کنم برم؟ اگر من اون خونه رو ترک کنم برم، که اون شخصی که اگر دشمن باشه، اگر تازه حدس و گمان من درست باشه، تازه من که شرایط رو بیشتر برای اون آماده کردم که صاحب اون خونه بشه و باعث قتل پدر من بشه، باعث آزار پدر من بشه. هموطنان عزیز، اپوزیسیون عزیز، اگر اعلام میکنیم که شاهزاده رضا پهلوی تنها آلترناتیو هست که همگانی هست، بهترین هست، اکثریت اون رو میخوان، عزیزان کنار هم بیستیم. به طور خاص شما عزیزانی که شاهزاده رضا پهلوی رو پذیرفتید به عنوان رهبر، حالا چه به عنوان رئیس جمهور، نخست وزیر، مشاور، من خواهش، من از ایشون دفاع نمی کنم، باور کنید، تو دفاع من از ایران عزیزمه، من از کشورم ایران دارم دفاع می کنم. من می خوام این نظام اسلامی هر چه زودتر در نام عیسی مسیح سرنگون بشه، هدف من این هستش عزیزان. با توجه به احترام که به شاهزاده رضا پهلوی و این خانواده دارم، قلبن دارم من این احترام رو، اگرم دوستش دارم، قبولش کردم، ایشون هر سازمانی رو که دست بذاره، خب من میستم، میگم موردم رو به ایشون. ایشون پذیرفتن، خدا رو شکر. نپذیرفتن، من کنارش هستم، من شاهزاده رو تنها نمیذارم، من اجازه نمیدم اختلاف ایجاد بشه تا این نظام باز بمونه. از این رو تشویقت میکنم هموطنی که دیدم فیلماتونو، دیدم کلیپاتونو، دیدم دل قشنگتونو، دیدم غیرتی که تو داری، دیدم سالهاست که شماها دارید خدمت میکنید تا ایران آزاد بشه. خواهشم از شما عزیزان این هست، باور کنید هیچ قصد دفاع از این شبکه هایی که میاد، بازم خواهد اومد، سازمان های جدید ندارم، هیچ قصد ندارم، ولی ردشونم نمیخوام بکنم. میخوام همه ما کنار هم بیستیم، به هم یاد بدیم، به هم کمک کنیم. ما مسیحی‌ها به تولد تازه ایمان داریم. چرا؟ چون که خودم تجربه کردم، من انسان گناهکار، یک مسلمان متعصب در یک سازمان بسیار فالانج اسلامی و تروریست که در برابر نظام اسلامی هم ایستاده بود، خدا منو عوض کرد، خدا با عشقش، با محبتش منو عوض کرد و افرادی رو من تعمید دادم که در همون سازمان بودن، جا
جز فرمانده ها بودن، خدا قلب اونا رو عوض کرده و اونها وجودشون پر از عشق و محبت شده. آیا خدا قادر نیست؟ آیا محبت تو عزیز من، خادم کشور عزیز ایران، در هر باوری که هستی، محبت تو قادر هست اون افراد رو عوض کنه؟ خواهش میکنم، اگر حکمت هست، خرد هست، بدبینی جایی نداره. محبت همه رو باور میکنه. و اگر شاهزاده رو قبول داریم، از اتاق فرمان خواهش میکنم کلیپی هستش که بریم این کلیپ رو ببینیم. بعد از این با بانو ویکتوریای آزاد خواهیم بود. لطفاً شیر کنید برنامه رو با دیگران، از ایشون هم خواهیم شنید در این رابطه. اما من میخوام بگم اگر شاهزاده رو قبول کردیم، سخنانش رو قبول کنیم، احترام بذاریم، بیستید کنار شاهزاده، حتی اونجایی که فکر میکنید ایشون اشتباه میکنه. ایشون شخصیتی نیستن که از فرار کنن از این مطالب، تا اونجایی که من میشناسم ایشون. لطفاً بهشون بگید اگر پذیرفتن خدا رو شکر، نپذیرفتن دلایل دارن. رهبر یعنی این. اندیشمندی میگه وای بر اون رهبری که مرید مریداش بشن. خواهش میکنم اگر شما میپذیرید یک نفر رو رهبر، رئیس جمهور، بشینید کنار و کمکش کنید. کنار هم بیستیم عزیزان، کنار هم بیستید. خواهش میکنم، سخن من بدون طرفداری از هیچ موقعیتی، بدون طرفداری، من فقط میخوام کنار شما اپوزیسیون بیستم، براتون دعا کنم، عاشق همتونم هستم، حتی اونا که خدا رو باور ندارید، ما برای شما هم دعا میکنیم. تو جلوتر از من هستی که خدا رو باور نداری، داری مردمی که خدا آفریدن رو محبت میکنیم. بریم با هم دیگه این کلیپ رو ببینیم عزیزان، و خواهش میکنم یک موزیک ویدیو هم داشته باشیم روی اسکایپ، بتونیم با بانو ویکتوریا آزاد باشیم. تلاش بکنیم و مسائل ثانوی و پس کنید ایدئولوژیک یا حزبی خودمون رو بذاریم کنار، با یه هدف ملی برخورد کنیم. آزادی ایران و آینده روشن در گروی این اتحاد و این باورمندی و این همبستگی است در این لحظه مبارزه. و نهایتا این رو بگم، یک مرزبندی بیشتر نیست. آنهایی که همچنان در جستجوی حفظ و تداوم حیات نظام هستند، آنهایی که مثل من معتقد هستیم که یک آلترناتیو، یک نظام دموکراتیک سکولار تنها راه نجات کشورمون هست و برای اون آینده تلاش میکنن. من با آنهایی که بر این باور هستن هم سنگر، هم هدف و دست همکاریم رو با کمال میل میدم و برای این مبارزه میکنم که اون کس که مخالف عقید من هست در آینده ایران حق اینو داشته باشه که در مقابل من بیسته و بر علیه رأی من رأی بده، و همینطور من این حق رو داشته باشم و انتظار دارم که از این حق من هم اون دفاع بکنه. می ستایمت مسیحا با تمام روح و جانم، می ستایمت خداوند با نگاهم با زبانم. با تمام روح و جانم، می ستایمت خداوند با نگاهم با زبانم. ما شکوه و پاک جلالی، صد درود بر نام زیبات، ملکوت آسمونی با شکوه سیر پا. خداوند پر کن از روحت، خداوند
همه ما در دعایی واسه ایران و کلیسا، همه کشورمون رو میسپاریم به دست عیسا. ایران در دعایی با کلامش که سلاحه، خواهرم این رو یقین دان روز آزادی تو راهه. واسه ایران در دعایی با کلامش که سلاحه، خواهرم این رو یقین دان روز آزادی تو راهه. خدا محبت است. مطابق نامه اول یوحنا 4:8 گواه بر این است که خدا محبت است. اما آنچه در نظام اسلامی در طول 40 سال با بستن دانشگاه ها در ابتدای به قدرت رسیدن نظام اسلامی و اعدام فریختگان کشور، شکنجه و کشتار معترضین به نام خدا، ایجاد فقر و فساد و به سرقت بردن اموال عمومی و منابع کشور به نام خدا و به هدر دادن منابع اقتصادی کشور در جهت ترویج ایدئولوژی خصمانه و جنگ طلبانه اسلامی به نام خدا، تحقیر جوانان کشور، بیکاری و جلوگیری از بروز احساسات و استعداد و اندیشه آزاد که بزرگترین علت مهاجرت گسترده آنان می شود به نام خدا، سرکوب دیگر باورمندان، اعدام، ترور، زندان و شکنجه کشیشان و ایمانداران مسیحی، بستن کلیساهای فارسی زبان، حملات پیوسته به کلیساهای خانگی به نام خدا تحمیل شده است. بر آن شدیم کمپینی ایجاد کنیم که بر در و دیوارهای ایران حقیقت یهوه خدای زنده را فریاد زنیم،
که خدا محبت است. آمین که خدا محبت است. پس اگر انسان که شکل خدا آفریده شده غیر از محبت بخواد کار دیگه ای انجام بده، خودش رو اذیت کرده. اول خودش رو اذیت کرده، بعد مسلماً دیگران رو باعث آزارشون شده. همونطور که نظام اسلامی متاسفانه میبینیم که 40 سال به جای اینکه مردم ما رو محبت کنه، دلیلی شد که مردم ما تحت ظلم و ستم و آزار قرار بگیرن. همون گونه که وعده دادم، مهمان عزیزی داریم از سوئد، بانو ویکتوریا آزاد. سپاسگزار هستم که دعوت ما رو پذیرفتید از سوئد، کشوری که نمیدونم باید الان ظاهرا سرد باشه. درود در شما بانو ویکتوریا آزاد. درود خدمت شما و همه هموطنان عزیزم. والا خیلی سرد است، هوا اینجا کلا مکر شده، خیلی تغییر کرده، همه چیز عجیبه. خدا رو شکر دمای هوا به طور غیر عادی گرمتر از همیشه و هر سال هست. ما هم اینو به حال نیک میگیریم، برای برحال ما که در اسکاندیناوی زندگی میکنیم، ولی خب این برمیگرده به شرایط تغییرات شرایط آب و هوایی در جهان طبعا، ولی برحال برای ما خوب شده. خدا رو شکر. برحال میدونم با فعالیت ها و هیجان خوب و مثبتی که در شما هست همیشه نسبت به کشور عزیزمون و مردم عزیزمون ایران، گرمای خاصی هم کنار شما هست بانو مهربان. خدا رو شکر برای وجود عزیزید. عزیزید بانو ویکتوریا عزیز، قبل از اینکه شما رو داشته باشیم روی ایر، من مطالبی رو عرض کردم در رابطه با اتحاد اپوزیسیون، چرا که مدتی هستش که بعد از تأسیس و اعلام موجودیت شبکه فرشگرد که تایید شاهزاده رضا پهلوی ما نیز در این رابطه داشتیم نسبت به این شبکه، خب شاهد بر این بودیم که مخالفت‌هایی شده. خب این طبیعی هست، البته باید این گونه باشه، اپوزیسیون باید آگاه و بیدار باشه که با هوشیاری عمل بکنه نسبت به حرکتی که برای سرنگونی نظام هستش. عزیزانی بودن که اومدن، من دیدم مطالبشون رو، کلیپاشون رو دیدم و حقیقتا هم پذیرفتم خیلی از صحبت ها اینها رو، حتی فیلمایی رو ما دیدیم که بودن بعضی از افرادی که توی این شبکه هستن در گذشته به نوعی رفتار کردن که باعث آزار و رنج اپوزیسیونی که مخالف نظام اسلامی بوده و هدفش سرنگونی این نظام بوده نیز، خب با دیدن این کلیپ ها، با شنیدن صحبت ها و تاریخ گذشته اینها، ما به نوعی متقاعد میشیم که میتونه سازمان و یا شبکه مناسبی نباشه برای سرنگونی، میتونه. ولی آنچه را که من اعلام کردم این هست که ما باید در این اتحاد بایستیم برای این سرنگونی این نظام و بهتر هست همدیگر رو اصلاح کنید. بهتر هست که حتی نقطه ضعفی هم اگر در من هست، به من کمک کنید که این نقطه ضعف رو برداریم. و خدا رو شکر که امروز ما حتی افرادی رو داریم که در گذشته چه بسا که معتقد بر این نبودن که این نظام اسلامی باید سرنگون بشه، باید اصلاح بشه، اما الان ایستادن. دوست دارم نظر شما رو در این رابطه و اگر صلاح میدونید در تو با شاهزاده رضا پهلوی که تا چه مقدار این عزیزان رو، این شبکه رو تایید کردن. من خدمت شما عرض کنم که در ابتدا به ساکن تبریک میگم به جامعه جوان ایران و به ملت ایران که گروهی بالاخره بعد از سالها که در انتظارش بودیم، که همه مرز سنیشون پایین 40 سال هست، از جوانانی که گرایش های مختلف سیاسی به لحاظ برای مثال جمهوری خواهی، پادشاهی خواهی دارن و از خانواده های سیاسی مختلفی میان، این رو من به فال نیک میگیرم و تبریک میگم. این رو من یک اتفاق بسیار بسیار مبارک میدونم. سالها بود صحبت میکردیم با دوستان عزیز، آرزوهایی که شاهزاده داشتن مبنی بر این که جوان ها بیان توی میدون و جوان ها بیان و ابتکار عمل براندازی رو گفته بگیرن. این اتفاق است که الان افتاده و فرشگرد در واقع میشه گفت بشارت اون تحولی رو بوده که
به عبارتی باید در جامعه جوان ایرانی صورت میگرفت که خانم صدای من پخش نه صدای شما خوبه بله بفرم صداتون خوبه که خانم میتونه در ادامه خودش در پیوند با سایر نیروها و سایر جریان‌هایی که در شرف تکوین هست قرار بگیره و با هم برن به سمت تشکیل جبهه نجات ایران. من فکر میکنم این 40 فعال سیاسی با هر پیشینه‌ای که داشتن، حالا برخی میگوین اینها اصلاح طلب بودن و از قضا چون اصلاح طلب بودن گوین که این مهر بر پیشانی اونها تا ابد خورد. چنین نیست عزیزان. انسان‌ها ظرفیت ترمیم پذیری، ظرفیت تحول پذیری دارن. باید همیشه به انسان این فرصت رو داد که خودش رو بتونه تصحیح بکنه، اصلاح بکنه، تکامل ببخشه، توسعه ببخشه. و این اتفاق افتاده الان. وجود فرشگر و تشکل فرشگر یک مشت محکم بر دهان جمهوری اسلامی در رأس اون خامنه ایست که تصور میکرد با بازی شامورته اصلاح طلب اصولگرا میتونه چند سبایی بیشتر عمر خودش رو طولانی بکنه. اگر این دوستان که برخی از اونها بله به تحکیم وحدت و به اصلاح طلبان به کمپین کروبی قوی و غیر تعلق داشتن امروز شاهزاده تا پهلوی رو محور در واقع انسجام ملی، محور نزدیکی و وحدت بین نیروهای سیاسی سکولار دموکرات میدونن، یک به نظر من تحول بسیار مثبتی هست. یعنی این دوستان عزیز در واقع مسیر خودشون کاملا از مسیر اصلاح طلبان و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی دنبال تحول گشتن جدا کردن. اینها خودشون رو به عنوان یک تشکل سیاسی یا یک شبکه سیاسی که به دنبال براندازی هست معرفی کرد. بله. و وقتی یک ائتلافی از جمهوری خواهان و مشروط خواهان رو معرفی می‌کنم به معنای اتفاقاً درک صحیح و دقیق اونها از اصول سیاسی دموکراسی است. سالهای سال اپوزیسیون ایرانی درگیر جنگ نعمتی زرگری جمهوری و پادشاهی بوده. بله. این جوانان عزیز با خردشون این مرزها رو در نوردیدن، این تابوها رو شکستن و نشون دادن که به راستی به دموکراسی معتقدن. و چرا؟ همین دلیل که میبینیم که وقتی خودشون معرفی کردن گرایش های سیاسی مختلف دارن ولی با هم تونستن خود یک محور مشخص که اونم بر براندازی جمهوری اسلامی هست و رفراندوم برای انتخاب نظام آینده توافق کنن. خب این اتفاق رو من فکر میکنم جمهوری اسلامی بسیار ازش تحصیل کرد. اتفاقا برخلاف اون کسانی که سعی میکنن اون وجه از حملاتی رو که فرشگرد میشه رو زور کنن، من میخوام اون وجه رو به اصطلاح بزرگ کنم ولی جلو چشم بیارم که حمایت وسیع مردم ایران هست الان از فرشگرد. در ایران در خیابان ها، در کوچه ها، لابلای درهای مردم، توی محلات مختلف اعلامیه هایی که بچه ها پخش میکنن، خب میدان میلیون، هشتگ میدان میلیونی، هشتگ فرشگرد، هشتگ رضا پهلوی، این هاست که داره پخش میشه و هیچ نیروی شما در ایران پیدا نمی کنید الان که از این پایگاه مردمی برخوردار باشه. اتفاقا اگر شاهزاده رضا پهلوی از این جریان حمایت کردن، یک حمایت کاملا آگاهانه و خردمندانه بود و بچه ها تا حالا خیلی خوب عمل کردن، کاری نکردن که ما بخوایم ایرادی ازشون بگیریم. این بیمعنی بسیار بسیار واقعا بیارزشه که ما بخوایم مثلا نامه نیما راشدان به خمینی رو بیاره، خب برو اون شعری هم که بعد بهش گفت و بیار، خب برو اون کلام امروز رو بیار، مصاحبه های عدیده بسیار زیبایی که انجام میده در رابطه با افشای جمهوری اسلامی، هشدارهای مکرر که میده و براستی تمام قد برای جبهه دموکراسی ایستادن. خب اینها رو ما باید تشویق کنیم، حمایت بکنیم، باید کمک بکنیم توانمندتر بشن، خب از تجارب قدیمی ها بتونن استفاده بکنن، بهره ببرن. ما باید از منظر محبت، از منظر دستگیری، از منظر
سپورت و حمایت و پشتیبانی با یک نگاه باز و با یک قلب باز، با یک دید انسانی به این مقاله نگاه بکنیم، نه از منظر حسادت و انتقام جویی، و یا اگر آدم بدون برنامه یا اگر سایبری جمهوری اسلامی نیست برخورد میکنن برخی، خب همه که سایبری جمهوری اسلامی نیستن، برخی بند. به نظر من بدون خرد و اندیشه این رفتار رو میکنن، و من به اونها میگم که شما هم که در پی براندازی هستید، چرا واقعا بر اساس چه دلایلی سعی میکنید تخریب بکنید؟ اونها که دارن تخریب میکنن، فی الواقع بگم خودشون رو در واقع تخریب میکنن، چون فرشگر براستی ما تمام مدت داریم فالو میکنیم همه گروه ها رو، آنچه که میگن و آنچه که پخش میشه در رسانه ها در جاهای مختلف، ما تا حالا ندیدیم فرشگر یک کلام چیزی حرفی ادعایی داشته باشه که به نوعی بوی سازش با نظام ازش بیاد، یا به نوعی عقب نشینی کرده باشه از موضعی به اصطلاح اعلام کرده من بر براندازی جمهوری اسلامی. ما به جای این انرژی های منفی براستی جای اون داره که تقدیر بکنیم حضور اونها رو، مبارک بدونیم حضور اونها رو، و کمک بکنیم به اینکه اونها هرچی بیشتر در درون مردم مطرح بشن، پست‌هاشون رو تا میتونیم شیر بکنیم و به اونها این میدان داده بشه تا بتونن نقش اصلی خودشون رو که بسیج و به اصطلاح یه جور موبالایز کردن نیروهای جوان در ایران هست رو به خوبی ایفا بکنن. اونها این قدرت رو دارن، ما بخوایم و نخوایم این قدرت رو دارن، چرا که تصمیم گرفتن، چرا که برنامه ریزی دارن میکنن و به اصطلاح نیروی که صاحب اراده هست، عزمش راسخ هست، برنامه هم داره و تصمیم هم گرفته، این نیرو برنده میشه، این نیرو قطعا به جلو خواهد رفت، و من در فرشگرد این توانایی و پتانسیل رو میبینم برسید. ولی بعضی ها تصمیم گرفتن که برای تخریب فرشگرد دست به خودکشی بزنن و خودشون رو هم تخریب بکنن. و در این حال این رو هم بگم، این به معنای این نیستش که ما قسم خوردیم که تا ابد حتی اینا اشتباه هم بکنن تاییدشون بکنیم، نه شاهزادم هم ایشون اگر باقا گفتن، اگر احساس بکنن نیرو در این نیرویی که تایید کرد در جایی بد عمل میکنه یا تغییراتی در موازش ایجاد شده که این تغییرات به نفع منافع ملی ما، به نفع اهداف ما برای کنار زدن جمهوری اسلامی و دستیابی به دموکراسی و سکولاریسم در ایران فردا نیست، قطعا عقب نشینی خواهند کرد و حمایت خودشون رو پس خواهند گرفت. و همونطور که همه نیروهای آگاه و همه نیروهایی که دارای نیت سالم و دارای افکار سالم هستند کارو باید بکنن، ولی به راستی تاکنون هیچ کاری نکردن. نام فرشگرد برای مثال نام بسیار زیبا است، واقعا اگر دقت بکنیم نامی رو که بچه‌ها انتخاب کردن خیلی با مسماست. بله بله تعریف. اولا که میدونید که به اصطلاح نشأت میگیره از دین زرتشت، و در واقع نه دین زرتشت بلکه فلسفه و نوع نگاه زرتشت به بشریت و به زندگی و حیات انسانی. بله. فی الواقع اینها میخوان پیام‌آور اتفاقات نیک باشن، پیام‌آور گفتار و کردار و رفتار نیک باشن، پیام‌آور ایجاد تحول نوین در ایران نوین باشن، تحولی که اهریمن رو میخواد به پشت سر بگذاره و بره به سمت تعالی و تکامل. و به راستی که اگر چنین ایرانی ما بتونیم در ایشالا به زودی ایجاد بکنیم، طبعا این تأثیرات خودشون روی جهان هم خواهد داشت. فرشگرد یعنی کمال جهان رو به سمت کمال دیدن، جهان رو به سمت بهداشتی زندگی کردن و به سمت پاکی و نیتی رهنمون کردن. و این نام بسیار زیبایی است نظر من، من بسیار نام به فعال نیک میگیرم و فکر میکنم این نام هم بیوت انتخاب نشده از یک حس قشنگ، از یک اراده بهداشتی و سالم میاد. به جوانامون اعتماد کنیم، اونها رو باور کنیم، ما باید بریم و این جبهه رو حتی قوی ترش بکنیم.
خیلی من کردن وظیفه ما با نسل قبلی، نسلی که یک مسئولیت و تعهد سنگینی رو باید به دوش خودش بکشه برای اینکه از مسیر، از این مسیر ما بتونیم عبور بکنیم، بریم که اونها رو تکمیل کنیم. به فیض خدا، به فیض خداوند. خب قبل از اینکه شما هم تشریف بیارید بانوم ویکتوریا آزاد، من درباره اتحاد صحبت کردم و همینطور که مطالبی که شما فرمودید به نوعی دیگه من از کلام خداوند کمک گرفتم صحبت کردم. اسمی هم که شما میفرمایید درست، اتفاقا اسمی هستش که ما در انجیل یوحنا باب 3 داریم که عیسی مسیح صحبت از تولد تازه میکنه. فرشگرد در از بازگشت به اون ماهیت و هویتی که به خاطرش آفریده شدیم. اما موضوع فقط فکر میکنم برای آنانی که معترض هستن و یا اپوزیسیونی که نسبت به فرشگرد این شبکه جدید در از سکوت کردن، این هستش که همون مطالبی که شما فرمودید. و من میخوام برگردم به فرمایشات خود شاهزاده رضا پهلوی که قبل از اینکه شما رو داشته باشیم چند دقیقه از فرمایشات ایشون رو گذاشتیم که به چند مورد حساس نسبت به آزادی کشور عزیزمون صحبت میکنن که مطالب هم تقریبا منم از کلام خداوند در این رابطه صحبت کردم. موضوع اتحاد هستش و محبت هست و شفافیت رو ایشون اعلام کردن. خب من فکر میکنم اگر امروز این شبکه نوینی هستش آمده، میباید نسبت به سوالاتی که میشه از اپوزیسیونی که زحمت کشیده، خود شما جزء اپوزیسیونی هستید که 40 سال زحمت کشیدید و اگر نتوانند حتما جواب شما رو دادن، شما متقاعد شدید و چون متقاعد شدید و در این مسیری که تایید دلتون هست، تایید دانشتون هست، تجربتون هست، اینها رو پذیرفتید، خب طبیعتا ما در این اپوزیسیون میتونیم افرادی هم داشته باشیم که اینها دارن خدماتی میکنن، قبلا خدماتی کردن، حالا شاید یه حس، حتی میخوام بگم اشتباه هم دارم، عزیزان منو ببخشن، حس اشتباه دارن. بهترین کاری که این شبکه میتونه بکنه این هست که بیاد شفافیت کنه. به نظر من هر شخصی میتونه عوض بشه در هر سنی. این قدرت رو روح القدس به من داده، این کلام خداست که من اینو آموخته و خود من تولد تازه دارم که در خدمت شما هستم. اگه مثل گذشتم بودم فکر نمی کنم به هیچ وجه نباید من حرفی می زدم. پس ما عوض میشیم. این عزیزانم در گذشته نگرش دیگه ای داشتن، ولی توجه باید اپوزیسیون بکنه. یک، نگرش اینها برای کشورشون ایران بوده، یعنی اونها در اون زمان با اون تبلیغاتی که تو ایران میشده اینها تصور میکردن اینها عزیزان متولدین بعد از انقلاب هستن، قبل از انقلاب نیستن، که اون دانش رو و اون آزادی که ما از دوران محمد رضا شاه داشتیم و اون کتابهایی که خوندیم و اون اطلاعاتی که داریم داشته باشن، اینها همش توی تبلیغات و توی بمبارون خود نظام اسلامی بودن. پس بنابراین من فکر میکنم هم اپوزیسیونی که امروز مخالف هست، اگر هستن کسایی که مخالف هستن، باید نگرششون رو عوض کنن، اینها رو مانند بچه های خودشون ببینن، بچه هایی که در گذشته فکر دیگه ای داشتن امروز فکرشون عوض شده و کنار اینا ایستادن. و هم باید به نظر من این شبکه و شبکه هایی که در آینده خواهند آمد اینها شفاف، مثل همون چی که خود شاهزاده رضا پهلوی فرمودن، شفاف با مردم صحبت کنید. چه اشکال داره؟ من اینجا بارها شما دیدید که اومدم توی صحبتام اعلام کردم من قبلا یک مسلمان متعصب بودم، من بچه قم بودم، من توی سازمان فالانج بودم، با مخالف شاه بودم، بعد مخالف جمهوری اسلامی شدم، امروز شدم کشیش، اصلا اسلامم به عنوان دین خودم قبول ندارم. ببینید چقدر من عوض شدم. پس چقدر بیشتر افراد میتونن عوض بشن عزیزان. اصلا تمام کار شبکه های اپوزیسیون خارج از ایران اینه که آگاهی بده و اصلا آگاهی شما کار کرده. اپوزیسیونی که مخالف شبکه فرشگر هستید و فرشگرد عزیز، شبکه که اومدید، تازه اومدید، هوشیار باشیم که باید شفاف صحبت کنیم. و فکر میکنم یه نگرش دیگه هم من و شما باید داشته باشیم که جایی استادیم مواظب باشیم مبادا تصور اشتباه برای بعضیا بشه، نوک اومد به بازار
کهنه شده دل آزار. هوشیار باشیم که گروه های دیگه، افراد دیگه وقتی که مخالفت میکنن ما هم در برابر اونها جبهه نگیریم، اونها رو هم فکر میکنن باید درکشون کنیم، همه بیاییم در کنار هم در این اتحاد بیستیم به فیض خداوند. این باور منه، امیدوارم به کسی بر نخوره، به رهبری خود شاهزاده رضا پهلوی ما بتونیم با فیض خداوندمون ایران آزاد رو داشته باشیم. ببینید بنیانگذاران این جمعیان فرشگر چی کار باید میکردن که برای بعضیا مشکل پیش نیاد با این هویت جدید؟ با اسلام سیاسی مرزبندیشون کاملا مشخصه، با حکومت جمهوری اسلامی مرزبندیشون کاملا مشخصه، خواهان براندازیش هستن، از اونها به عنوان فرقه تبهکار یاد میکنن. با ارتجای سرخ و سیاه به درستی مواضع خودشون رو کاملا مشخص کردن و کاملا خط‌کشی کردن، کاملا این لازم بود از قضا با توجه به تاریخچه‌ای که ما در کشورمون داریم از این دو جریان، خیلی لازم بود اتفاقا که شفاف تابو شکسته بشه و به زبان بیاد. در مورد اینکه یک شبکه هستن که برای براندازی و بسیج نیروهای برانداز اومدن و تلاش میکنن هم که موضوعشون مشخص کردن، ادعای آلترناتیو قدرت سیاسی هم نکردن. خدمتتون عرض کنم که در مورد اینکه در آینده ایران یک انتخابات آزاد تعیین کننده نوع نظام سیاسی ایران باشد، حالا چه جمهوری چه پادشاهی، هم موضوعشون مشخص کردن. در مورد اینکه طرفدار یک نظام دموکراتیک و سکولار بدون دخالت دین در حکومت و دولت هستن هم که موازشون کاملا مشخص کردن. در مورد نقش کلیدی شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان حلقه بند نیروهای سیاسی به هم که موازشون کاملا مشخص کردن، یعنی موازی کاملا سالی و درست دارن. در مورد اینکه باید یک حلقه یا پلی بین مبارزین داخل کشور و خارج از کشور هم انشاءالله در آینده در پروسه براندازی ایجاد بشم، کاملا متواضعانه و خالصانه این رو ابراز کردم. تا اونجا که رسانه ها بهشون اجازه میده و ازشون دعوت میکنه برای مصاحبه، دارن شرکت میکنن، دارن با مردم حرف میزنن، این مواظب دارن مرتب اعلام میکنن، خدا بشه. از طریق کانالشون تو تلگرام دارن موازهشون رو مرتب تبلیغ میکنن. هشتک میدان میلیونی خب یک ابتکار خیلی نیکو، خیلی زیبا، خیلی دقیق و به جا و به موقع است. باید همه ما از این هشتک استفاده کنیم و اینو تبلیغ کنیم. پرستیش توی مسائل نظرید لطفا عزیزان. من خطاب به اونهایی میگم که دارن لغور میزنن که ما سال هاست بعد میلیون ها آدم بریزه تو خیابون. بله بنده ده ها مصاحبه دارم و مقاله دارم تا میلیون ها آدم بریزه تو خیابون، هزینه نمیشه بزرگ خواهد بود. دقیقا. اگر میخوایم در اسرع وقت با کمترین هزینه و بیشترین نتیجه به اصطلاح این حکومت کنار بزنیم، باید میلیونی بیاین تو خیابون. درست. اما اینو من تبدیل به هشتک میدان میلیونی نکردم. بله من راجع به اینه گفتم، شما گفتید، شاهزاده گفت، این بچه ها جوان هم. بله. اینا بچه عصر اینترنت هم. درست. اومدن این کردن هشتگ میدان میلیونی. آفرین بر شما که اینقدر دقیق به موقع زیبا از این هشتگ درست کردید. بعدا من اگه خواستم یه توییت بذارم حداقل بدونم هشتگ میدان میلیونی که گذاشتم دیگه همه میفهمم من چی دارم میگم، لازم نیست اون حرفای دوباره تکرار کنم. بله. متوجه این؟ یعنی وقتی شما نیروی جوان رو به میدان میخوانی و به اون میدان میدی، ضریب موفقیت رو میبری بالا، چون نیروهای جوان همیشه با خودشون اندیشه های جوان دارن، ابتکارات جدید و تازه دارن، مسائل رو میتونن از ابعاد و زاویه های دیگه ای ببینن که شاید قبلی ها نمیدیدن. ضمن اینکه تلفیق در ترکیب و ترکیب نسل گذشته و نسل جدید با هم هست برای به اصطلاح تشکیل یک آلترناتیو بدیل در آینده ایران که باید زودی صورت بگیره ظرف کمتر از دو ماه، خیلی خیلی هست در این حال.
که این بچه هم بودن با نسل گذشته و به اصطلاح نسل مسن‌تر از خودمون مشکلی نداریم، ما با افکار کهنه مشکل داریم. برابر برابر، درست هم میگه، منم با افکار کهنه مشکل دارم. برابر، ولی با نسل گذشته خودم مشکلی ندارم، به راستی خیلی هم برای همشون احترام قائلم و من معتقدم که اونها باید بیان این به اصطلاح توانایی ها و قابلیت های فکری خودشون رو که در سالهای مدید گنجینه ای تبدیل به گنجینه ای شده بیان بروز کنن و هماهنگ کنن با خواستها و مطالبات امروز جامعه ایران و شرایط علمی که درش قرار داریم، تحلیل هاش رو بروز کنن متناسب با شرایط علمی که درش قرار داریم و بر اساس اون بیان که با هم بتونیم کار بزرگتر رو سامان بدیم. با فیض خدا. این بچه ها با این هم هیچ مخالفت دارن، اتفاقا انتظار این بچه ها این هست که نسل های قبل از خودشون خرد به خرج بدن، اندیشه به خرج بدن و بیان و دست از اون منیت ها، دست از اون هر کس میخواد چوبان قبیله خودش باشه بردارن و بیان با هم دیگه بتونیم ما یک کار بزرگ انجام بدیم. با فیض خدا. من فکر میکنم اگر در آینده نزدیک ما بتونیم یک جبهه بزرگ نجات ایران رو ساماندهی کنیم که متشکل باشه از نسل جدید، رشگر، نسل قدیم و به اصطلاح یک شورای سیاسی و یک شورای علمی که شاهزاده در تدارک میبینه، ما سه پایگاه مهم رو اون وقت داریم که این سه پایگاه مهم با هم میتونن آلترناتیو بدیل آینده ایران باشن. با فیض خدا. الان جای یک پایگاه سیاسی که بتونه مرکز ثقل نهله های سیاسی مختلف ایرانی برای قبول تعهد مسئولیت و تحویل گرفتن یک حکومت و دولت باشه رو حس میکنه. مردم هم این رو ازش بارها صحبت کردن بل. که اینا برن کی جاش بیاد، حقم دارن. اروپاییان میگن شما که اینقدر بگید ما بیایم سازش نکنیم، خلق نکنیم، بهمان نکنیم، دولت موقتتون خوب. آمریکایی هم دارن میکنن، همه اون لابی ها هستن دارن اظهار میکنن که تمام دنیا داره میگه دولت موقت شما کو؟ خب حق دارن بگیرن مسلم دولت موقت ما که قرار نیست فقط فرشگرد باشه، که یک ترکیبی از پایگاه باید باشه به اعتقاد من. بل. پایگاه علمی، پایگاه سیاسی که در شرف تکوین هست و فرشگرد که در واقع پایگاه جوانان ما و پایگاه براندازی و در واقع جنبش نوین آزاد خواهی و رهایی بخشی ایران هستش. من فکر کنم ما اینطوری با هم دیگه میتونیم بسیار بسیار تاثیرگذار باشیم و بهتره که دست از تخریب این جریان برداریم، بیشتر بهش کمک کنیم. من به راستی دست اونها رو گرمی میفشارم و بسیار بسیار از بروز و ظهورش خوشحال و خرسند هستم. خدایش شکر، سپاسگزارم مطلبی که فرمودید. ما هم دعا میکنیم برای این شبکه، دعا میکنیم برای اپوزیسیون، کل اپوزیسیون، و هم ازشون میخوایم هم از خدا میخوایم که این قوت اتحاد رو در کنار همه اپوزیسیونی که بر علیه این نظام هست قرار بده تا با فیض خداوند، با محبت، با حکمت، با راستی بتونیم دلیلی بشیم برای سرنگونی این نظام اسلامی. البته من با عزیزانی از در پرشکر در تماس هستم، از دوستان من هستم بعضیاشون، اما توی جایگاهی هستم که بتونم همون گونه که عرض کردم به قوت خدا در به توسط کلام خداوند یک وسیله برای یک اتحاد باشیم، کنار هم دیگه بیسیم. ولی میخوام آخرین سوال، البته چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، با عرض پوزش، درست شما به نوعی صحبت فرمودید، اما میخوام درباره آلترناتیوی که تنها آلترناتیو موفق و پیروزی که ما میتوانیم برای ایران آزاد داشته باشیم، برای سرنگونی و عبور از این نظام داشته باشیم، شما کسی رو در نظر دارید؟ و یا اگر موقعیتی هست، اگر هم درباره صحبت کردید، دوست دارم یک کمی شفافتر صحبت بشه برای هموطنان عزیزم. متاسفانه ما ایشون رو از دست دادیم، ولی بتونیم دوباره داشته باشیم. لحظه با ما باشید هموطنان عزیز که بانو ویکتوریا آزاد رو گویا بله 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 الان داریم شما رو، چند لحظه رفت. بله متوجه عرایض من شدید؟ بله
بله در مورد آلترناتیو بدیل گفتین صحبت. بله بله در واقع که یعنی اون مرز پیروزی رو حالا اون تو اون جایگاهی که ما میتونیم همه یک بشیم و واقعا اجازه نفوذ هیچ دخالتی دیگه از طرف نظام اسلامی ما نداشته باشیم که مانع سرنگونی نظام بشه. بله بله ببینید مسئله تشکیل یک جبهه نجات که بتونه همونطور که گفتم این پایگاه‌های مختلف رو در زیر یک چتر قرار بده خیلی از اهمیته، مخصوصا در شرایط امروز که به هر حال داریم نزدیک میشیم به فروپاشی و فروپاشی فقط فروپاشی اقتصادی نخواهد بود چه سیاسی هم خواهد بود، در اینکه وقتی که یک کشور از نظر بنیه اقتصادی در حدی تضعیف بشه که مبادلات و به اصطلاح خرید و فروش نفتش به صفر برسه، خانه‌ها از نظر سیاسی هم دیگه کاملا اون ثبات خودش را دست میده، زمینی که تز بسیار دقیقی همیشه ازش یاد میکنم لنین این رو تئوریزه کرد که من فکر میکنم یکی تز بسیار تک هست و در همه فصول در واقع میشه گفت که این تز در واقع چیز داره به قول معروف کارایی داشت دقیق هست درست هست و اون این هست که وقتی بالایی ها نخواهند و نتوانند و ببخشید وقتی بالایی ها نتوانند و پایینی ها نخواهند اون وقتی که اون حکومت دیگه نمیتونه ادامه بده. ما الان در این شرایط قرار گرفتیم، بالایی ها نمیتوانند ادامه بدهند و پایینی ها هم نمیتوانند که آنها ادامه بدهند. در نتیجه ما به شرایط پیشی کامل نظام همینطور داریم هی نزدیکتر و نزدیکتر میشیم. آمین. پس باید یک نیروی باشه که بتونه حکومت رو تحویل بگیره. درست. عملا هزینه دخالت نیروهای داخل کشور، نیروهای سیاسی داخل کشور در سیاست خیلی سنگینه. ببینید که به راحتی میکشن. خب این روانشاد فرشید حکی رو بله متاسف ضرب چاقو اونطوری از بین بردن. متاسف. خب قبل از اون ایشون در کانال تلگرام فعال بود در گروه پیشتازان و اظهار نظر میکرد، داشت برنامه ریزی هایی داشت، اندیشه هایی داشت در رابطه با مبارزاتش. خب به این ترتیبی که میبینید برخورد میکنم، در نتیجه ما باید یک امیدی رو بدمیم به جامعه ایرانی و اون وظیفه من فکر میکنم امروز به دوش جامعه اپوزیسیون خارج از کشور هست. ما اونقدر منابع انسانی و انسانهای قابل در خارج از کشور داریم که بتونن این امر خطیر رو مسئولیتش رو بپذیرن. من فکر میکنم که جای یک مدیریت مادرانه، خواهرانه، عاشقانه و با محبت و با حسن نیت خالی هست. بله. مدیریتی که بتواند تمام نیروها رو در زیر چتر دوستی و اتحاد و به اصطلاح همبستگی جمع آوری بکنه. خانقا شاهزاده رضا پهلوی اون کلید گم شده هست که خوشبختانه من فکر میکنم خیلی خوب امروز کشف شده از جانب نهله های سیاسی مختلف و میرود که اون نقش تاریخی خودشون رو در اون به زنگاه تاریخ ایفا بکنن، ولی به قول خودشون خیلی زیبا همیشه میگن یک دست صدا نداره، چندین دست لازم هست. ما باید این مسئولیت رو بپذیریم که با هم این مسیر سخت و صبر رو در یک فرایند دموکراتیک با اتکا به خرد جمعی پیش ببریم. این امر ممکن هست. ایجاد همبستگی بین نهله‌های سیاسی مختلف ایرانی ممکن هست. لازمه اون کسب تجارب جدید بود، کسب اندیشه ها و در واقع راه حل های جدید بود که من فکر میکنم به اون دست پیدا کردیم و فقط باید آستین ها رو بالا بزنیم و بریم جلو که داریم این کار انجام میدیم به فیض خدا. من فکر میکنم تا حالا نتایج خوبی عاید شده و به زودی اون جای خالی جبهه نجات ایران پر خواهد شد و مردم ایران امید جدیدی خواهند گرفت با فیض خدا. جنبش‌های اجتماعی و میدان میلیونی در ایران
قطعا محقق خواهد شد و از نظام جمهوری اسلامی ما قطعا گذار خواهیم کرد. آمین. به هیچ عنوان لازم نیست این گذار توأم با خشونت یا توأم با جنگ باشه و اینطور هم نخواهد بود، چون همه دنیا میدونن ایرانی ها از این خرد، از این دانش و از این توانایی برخوردار هستن. فقط یه مقدار ما مشکلات کار تیمی داریم. من همیشه میگم ایرانی ها مشکلاتی که دارن، یکی از بزرگترین مشکلاتشون اینه که با هم کار تیم نمیتونن بکنن. ولی الان من فکر میکنم که به هر حال تجربی که تاکنون اپوزیسیون ایرانی کسب کرده باعث شده که به یک عقلانیتی امروز دست پیدا بکنن که شاید 10 سال پیش اینقدر دشوار بود که بشه در با این عقلانیت کارو پیش برد. من فکر میکنم یک اقدام مشترک به زودی در شروع تکوین هست که انشاءالله بتونیم خبرهای خوب بهشون رو بدیم در آینده نزدیک. آمین آمین. مشترکی رو داریم صورت میدیم و تصور میکنم ایرانی ها لیاقت و شایستگی داشتن یک حکومت دموکرات، سکولار، مدرن، یک کشور آباد و آزاد رو دارن. با فیض خود اعتقاد دارن، باور دارن به اینکه ایرانی‌ها این لیاقت رو دارن و این اتفاق خواهد افتاد. آمین آمین. با فیض خداوند. با سپاس فراوان از اینکه لطف کردید. میدونم دیر وقت هم از سلام اونجا چه ساعتی هستش بانو ویکتوریا؟ ساعت 10:26. بله، سپاسگزارم از اینکه با ما بودید تا این وقت شب. میدونم که مناطقی مانند کشورهای اسکاندیناوی که سردم میشه رو به زمستون که میره زودترم میخوابن، پس الان به نوعی انگار ساعت 12 شب اونجاست، درسته؟ من با اجازه شما، من همش دیر میخوابم. دیر شب میخوابم. به هر حال استثناس، اما معمولا بله بله. به هر حال سپاسگزارم از تمام زحماتتون، خدمات شما بانو ویکتوریا آزاد، و سپاسگزارم از اینکه با ما بودید. دعای ما برای شما، برای کل اپوزیسیون با هر اندیشه‌ای که هستن، اپوزیسیونی که در برابر نظام اسلامی ایستاده، همچنین برای فرشگرد این شبکه جدید، این هست که خداوند قوت بده به همه شما عزیزان که بتونیم هر چه زودتر شاهد آزادی کشور عزیزمون ایران باشیم، در یک دلی، در عشق، در اعتماد به همدیگه و در محبت، و مطمئن هستم که اون روز دور نخواهد بود. سپاسگزارم. اگر نهایت سپاسگزاری رو دارم، همیشه لطف دارید و واقعا یکی از رسانه‌های هستید که بی‌شک در عرصه مبارزه با جمهوری اسلامی، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ فرهنگی، بهترین فعالیت‌ها رو می‌کنه. من جلال از آن خداست. دستمزد میگم. سپاسگزارم، مهر شما هستم و امیدوارم که به زودی در ایران آمین شبکه‌شون بتونه از صدا و سیمای ملی ایران. آمین. با فیض خداوند. سپاسگزارم از مهر شما و تشویق شما. شما رو به دستان خداوند میسپارم. ممنون که با ما بودید. فیض خداوند باشه. با سپاس از هموطنان عزیز که لطف کردید تا این وقت با ما بودید. تشویقتون میکنم هموطنان عزیز، لطفاً دست اتحاد بدیم، دست عشق، دست محبت رو به هم بدیم. به طور خاص اپوزیسیون عزیز، به طور خاص شبکه فرشگرد و شبکه‌هایی که خواهند آمد، همه بتونیم همدیگر رو درک کنیم. محبت یعنی همدیگر رو درک کنیم. خواهش میکنم. خوندیم در محبت کینه نیست، حسادت نیست. مسلما اگر کسی هم در برابر ما جبهه‌ای میگیره، سوالی میکنه، حتی مخالفت میکنه، چه بسا از روی دلسوزی باشه، وقتی که همدیگر رو درک میکنیم، اون زمان هستش که میتونیم جوابی رو به اون شخص بدیم که اون شخص رو متقاعد کنیم. فراموش نکنیم هر نوع اختلاف در بین اپوزیسیون عزیزان، هر نوع تفرقه و هر نوع جدایی، دوباره عمر نظام اسلامی رو طولانی خواهد کردش. کنار هم بیستیم، کنار اون شخصی که بهش ایمان داریم که میتونه به عنوان رهبر باشه، به عنوان شخصی باشه، اون آلترناتیو مثبت باشه، اگر شاهزاده رضا پهلوی هست برای شما، بیستیم و میایستیم، وفادارانه بیستیم و اجازه بدیم در این اتحاد به اون هدف اصلی که آزادی ایران هست برسیم. من سعی میکنم در هفته آینده با عزیزانی که در شبکه فرشگرد نیز هستن، با عزیزان در تماس باشم. حتما این عزیزان رو نیز ملاقات خواهیم کرد در این شبکه که اگر سوالی هست، موضوعی هست، اگر مایل هستید میتونید روی فیسبوک سوالات خودتون رو که نسبت به
این شبکه جدید دارید لطفا بنویسید. این رو بدونید عزیزان، من اینجا نیستم که بگم که من الان عضو فرشکرد هستم، اما خوشحال هستیم از اینکه شبکه های جدیدی میان، سازمان های جدیدی میان و بتونیم همه کنار هم بیستیم برای این هدف مقدسی که داریم. و مخالفت هم نخواهم کرد عزیزان، بلکه هدفم یکدلی، عشق و محبت هست. حتی اونجایی هم که ما میبینیم یک ایراد درست هست، میباید با صحبت، با مکالمه‌ای که میکنیم عزیزان، اون مشکل رو برداریم و به یک نتیجه مطلوب برسیم. دیگه دوران کینه دوزی، دوران جنگ و جدل، دوران بحث عزیزان تموم شده. دورانی باشه که بتونیم با حکمت و خرد، با عشق و محبت رفع مشکلاتمون رو کنیم. مگه آدمی چقدر میخواد زنده باشه؟ مگه چقدر میخواییم زندگی کنیم؟ عزیزان، اپوزیسیون قدیم ما که سالها پیش، 40 سال پیش توی آمریکا اومدن، این عزیزان ما، پیشکسوتان ما پیر شدن عزیزان، و اجازه بدیم که ایران آزاد بشه. این عزیزانی که اصلا آزادی ایران رو ببینن، برای ایران زحمت کشیدن عزیزان. خواهش میکنم باورها و اعتقادات شخصی خودمون رو، احساساتمون که شاید اشتباه بوده رو، اجازه ندیم اینها تاج افکار ما بشه. اونجایی که لازم هست قربانی بدیم سهمی رو تا دیگران رو کنار هم داشته باشیم برای هدف مقدسی که خدا در برابر ما قرار داده. عزیزان، ما رو در فردا در شبکه تلویزیون محبت میتونید داشته باشید 10:30 صبح به وقت لس آنجلس. فیض خداوند با شما عزیزان باشه. سپاسگزار هستم از اتاق فرمان آقای یاسر عزیزم. فراموش نکنید عزیزان برید روی سایت ما، لطفاً عضو سازمان پیشتازان صلح دهنده بشید تا بتونیم بعد از عبور از این نظام اسلامی دستی باشیم برای آبادانی کشور عزیزمون ایران. فیض خدا با شما عزیزان باشد و بماند تا ابدالآباد. آمین. فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو قلبمه. دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو. چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام همش براته، خدا به هم نگاه.